خب موضوعی رو که امروز در موردش میخوام صحبت بکنم موضوع امنیت در شبکه‌های اجتماعی علی خصوص فیسبوک. خب در رابطه با این موضوع و موضوعات امنیتی که به فیسبوک مربوط میشه، تنظیمات امنیتی فیسبوک سایت‌های خیلی مختلفی مطالب خیلی جالبی رو دارن به زبان انگلیسی، به زبان فارسی. در شبکه اینترنت که شما بگردید و جستجو بکنید، ویدیوهای آموزنده‌ای رو در این مورد پیدا می‌کنید که به شما هشدارهای لازم رو میده. در این مورد نمیخوام صحبت کنم، فقط چند تا نکته هست در رابطه با بعضی از پیج ها و افرادی که در فیسبوک هستن میخواستم به شما بگم. چند روز پیش یکی از دوستان در مورد یکی از صفحه های فیسبوک از من سوال کرد که به ظاهر صفحه بهایی هست. خب تو این صفحه شما عکس های بهایی، سخنان و دعاهای بهایی رو شما میتونید ببینید، اما توجه بکنید که هر صفحه‌ای که حاوی این مطالب هست صفحه بهایی نیست. خیلی از این صفحه ها هدفشون و کارشون جاسوسی در بین بهایی ها هست و میدونید که خیلی آره در ایران چه بهایی چه غیر بهایی به علت فعالیت در فیسبوک گرفتن و منبعش هم همین صفحه های جعلی هست. این صفحه یه سری حالا نامه هایی رو قرار داده در پیجش و قشنگترین نامش و جالب توجه ترین نامش این یک نامه هست که آزادی مردم لیبی رو به آقای خامنه ای که از اون به عنوان رهبر انقلاب یاد کرده تبریک گفت. خب من سه تا نکته رو میگم و فقط میخوام که شما خودتون قضاوت کنید. اولا متن این نامه رو با متنی که جامعه بهایی به آقای خاتمی نوشته بود مقایسه کنید. دوما این که کدام بهایی هست که یک روز هم اگر در یک جمع بهایی یا در یک خانه واده بهایی زندگی کرده باشه ندونه که الله و ابها که سلام بهایی هست رو با یه در آخر می نویسن، نه با الف در آخر. به این دوتا شکل توجه کنید و این نشون دهنده این هست که نویسنده این نامه خب یا بهایی نبوده یا خیلی بی سواد بوده که الله و ابها رو اینجوری با الف در آخر نوشته. سومین نکته این هست که چرا باید یک عده بهایی در ایران یک صفحه رو درست بکنن و پیروزی مردم لیبی رو به آقای خامنه‌ای تبریک بدن. واقعا چرا؟ در حالی که رهبران سیاسی همچین کاری رو نکردن، از خودمون بپرسیم این پیج هدفش چی هست؟ آیا هدف این نیست که بهانه به دست اطلاعات ایران و دولت ایران بده برای سرکوب بیشتر بهایی ها؟ آیا هدف پیج این نیست که پاپوش درست کنه برای یه عده بیگناه که اونا رو بندازه زندان؟ من از شما میخوام قبل از اینکه هر پیجی رو لایک بکنید یا هر کسی رو اد بکنید خوب دقت کنید. شما در دنیای واقعی، در زندگی واقعی هم با هر شخصی فوراً دوست نمیشید و با هر کسی هم دوست شدی فوراً صمیمی نمیشید. پس در دنیای مجازی هم این فاکتورها رو رعایت بکنید، سعی کنید افراد رو بشناسید. درسته در دنیای مجازی سخت‌تره، اما خب راههای وجود داره. شخصی که ادعا میکنه در تهران زندگی میکنه و دو تا فرزند هم داره چطوری هست که هیچ کدوم از بهائیان ساکن تهران ایشون رو نمیشناسن؟ تنها خواهش من این هست که فقط دقت بکنید در انتخاب این پیج ها، در لایک کردن این پیج ها، هم کسانی که در خارج هستن هم اون دوستانی که در ایران هستن، هر دو باید دقت کنن و کسانی هم که در خارج هستن دقت بکنن. درسته خودشون در خارج هستن و حالا جاسوسی وزارت اطلاعات در پیج اونا هیچ صدمه بهشون نمیزنه، ولی این رو توجه بکنید که دوستی اونها و بودن اونها در پیج شما میتونه برای دوستانتون که در ایران هستن خطر آفرین باشه. دوستانی هم که در ایران هستن خب در معرض مستقیم خطر هستن و بهتره که رعایت بکنن و احتیاطات لازم رو به عمل بیارن. با هر پیجی فقط به این دلیل که یک عکس بهایی گذاشته یا یک مناجات بهایی گذاشته دوست نشم. هر پیجی، هر شخصی، هر صفحه‌ای، هر کسی. همین بود و فقط خواستم نظر شما رو جلب کنم یک بار دیگه به موضوع امنیت، موضوع این که باید در فیسبوک هم هوشیار بود، حواسمون باشه که با چه کسانی در ارتباط هستیم که یک وقت اتفاقی خدای نکرده برای خودمون یا دوستامون پیش نیاد.